هشدار فرانسه به رژیم ایران. حمایت اروپاییان از طرح انگلستان برای مقابله با تهدید رژیم ایران. مایک پومپئو: معتقدم مردم ایران رهبری را که شدیداً مستحق آن هستند به دست خواهند آورد. وزارت خارجه فرانسه گفت رژیم تهران مجبور است به تبعیت از توافق اتمی بازگردد و از دامن زدن به تنش در خلیج فارس خودداری کند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد عباس عراقچی فرستاده رژیم به پاریس با امانوئل ماکرون در پاریس دیدار کرد. این دیدار به این خاطر بود که به نماینده رژیم ایران گوشزد کنیم. ما انتظار داریم رژیم ایران به سرعت به تبعیت از تعهداتش در برجام بازگردد و از ایجاد تنش در خلیج فارس خودداری کند. خبرگزاری رویترز گزارش داد 3 دیپلمات ارشد اروپایی گفتند فرانسه، ایتالیا و دانمارک مقدمتاً از طرح انگلستان برای مأموریت دریایی به رهبری اروپا برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کردند. این امر بعد از توقیف نفتکش انگلیسی توسط رژیم ایران صورت می‌گیرد. یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا گفت درخواست انگلستان کار را برای اروپاییان و حمایت از آن ساده تر کرد. مقام‌های وزارت خارجه و دفاعی انگلستان با همتایان ایتالیایی، اسپانیایی، فرانسوی و آلمانی به بحث و بررسی پرداختند تا علاوه بر استفاده از کشتی‌های جنگی از هواپیماها نیز برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس استفاده کنند. سناتور تد کروز گفت باید مانع تأمین مالی شبه نظامیان رژیم ایران شویم و اطمینان پیدا کنیم حزب الله و سایر شبه نظامیان نیابتی رژیم ایران به پول و منابعی که برای کارهای تروریستی در جهان از آن استفاده می کنند دسترسی نداشته باشند. سناتور مارکو روبیو نیز با ارسال پیامی گفت خوشحالم که دیدم دولت آمریکا شروع به مقابله با عوامل چین به خاطر نقض تحریم‌های نفتی آمریکا علیه رژیم ایران کرد. بگذارید امیدوار باشیم که این تحریم شدیدتر از سایر تحریم‌های آمریکا باشد. دونالد ترامپ شب گذشته در جلسه نوجوانان در واشنگتن سران رژیم ایران را دروغگو نامید. وی گفت ما پهپاد رژیم ایران را سرنگون کردیم. مقام‌های این رژیم مذهبی خیلی زیاد دروغ می‌گویند. آنها زیاد دروغ می‌گویند. شما می‌توانید پهپاد را که روی آب افتاده است ببینید، اما آنها می‌گویند که پهپاد ما را هرگز سرنگون نکردند. آنها داستان سرایی می کنند و دروغ می گویند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ربودن نفتکش انگلیسی توسط رژیم ایران نه به خاطر تحریم‌های آمریکا بلکه به خاطر استبداد مذهبی و افراطی‌گری سران این رژیم در تروریسم در سراسر جهان است که 4 دهه است ادامه داشته است. این رژیم بدی است که به مردم ایران احترام نمی‌گذارد. آنها اکنون مانند دزدان دریایی کشتی‌ها را در آب‌های بین‌المللی مصادره می‌کنند. این رفتاری است که ما طی 40 سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم. ما معتقدیم که مردم ایران رهبری را که شدیداً مستحق آن هستند به دست خواهند آورد. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه در تماس با پنی موردانت همتای انگلیسی خود توقیف نفتکش انگلیسی توسط مزدوران سپاه پاسداران رژیم را محکوم کرد. وی همبستگی کامل خود را با انگلستان اعلام کرد و گفت آزادی کشتیرانی در خلیج فارس یک مسئله مهم برای امنیت اروپا است. ما خواهان آن هستیم که برای تضمین آن با هم کار کنیم. جمعی از اهالی منطقه مزدک در شهرستان بوی رحمت روز سه‌شنبه در اعتراض به قطع مکرر آب آشامیدنی در ساختمان فرمانداری رژیم در این شهرستان تجمع کردند. بنابر خبرهای دریافتی در استان سیستان و بلوچستان بر اثر طغیان رودخانه کاجو در شهرستان قصرقند 40 روستا با 13,000 جمعیت در محاصره سیل قرار گرفتند، به نحوی که ارتباطات این روستاها با شهر قطع شده است.